سه دو یک. سلام، خوشم سود کشید چی دستیه. سلام. سلام علیکم. قرار بود که هر دفعه سلام کنیم بعدش اسم اونم بگیم. نه دیگه هر دفعه نه دیگه میشناسن. سلام. سلام سامانم، ولی من میگم، ولی منم سپهرم. چطور سلام کن؟ سلام، من فرشیدم، منو مهمون آوردن تو این برنامه. خوشحالی کدوم برنامه آقای عسکری؟ خیلی، من پادکست همدست. من خیلی پادکست دوست دارم. پادکستم تول. من پادکست ادیکتم، میدونین؟ موزیک دیگه گوش نمیدم، فقط پادکست گوش میدم. خیلی عالیه. همه یه پادکست ها رو گوش میدم، هر چی بتونم. شبا هم با پادکست میخوابم. جدی میگم، میذارم رو نیم ساعت اینجوری میخوابم. فرق نمیکنه. دقیق گوش میدی یعنی؟ نه. من میخوابی دیگه. آره دیگه، خب راحت میخوام. بیشتر چه پادکستایی گوش میدی؟ همه چی، سینمایی، ورزشی، جنایی هم گوش میدی؟ جنایی خیلی گوش میدم، روابط جنسی، روابط زناشویی. زناشویی هم یه پادکست ضبط میکرد فکر کنم. آره فوتبالی بودش. فوتبالی بود. آره دو سال ضبط کنیم بابا. آره به من خیلی دوست دارم پادکست. فوتبال خوبه. واقعا باید ویدیو یعنی دوربین داشتیم میدیدیم. آره واقعا ذوق خیلی باحالی داره میگه. اینقدر خوشحال شدم منو آوردین. آقا الان که داریم البته قسمت دوم ضبط میکنیم، قسمت اول یا همون صفرمون هنوز پخش نشده. ما منتظریم که علی عباد کاور رو بزنه و بهمون بده که بذاریم. حالا نکته که هست، توی قسمت پیش گفتیم که از این به بعد احتمالاً مهمون میاریم. مهمون اولمون فرشید عسکری، همون بیگ هد خودمون، و میخوایم راجع به یک مقوله جذاب صحبت کنیم. فحش. به دفعه پیش که من داشتم گوش میدادم قسمت صفرمون، یه پیشنهادی دادم که آقا موضوع بعدیمون یه ذره یه چیزی باشه که بیایم بالاتر. موضوع قبلیتون چی بود؟ عادی سازی بود. یه ذره بیایم بالاتر، یه ذره یعنی با انرژی تر باشه موضوع خودمون. من خودم صدای خودم گوش دادم، دیدم چقدر صدام یه قصه داره. بعد دقیقاً هدف هم این بود که این دفعه بیام خیلی شاد و خوشحال راجع به موضوعی که خیلی دوستشم دارم حرف بزنم، که قبلش تلفنی به من شد کل منو آورد پایین، ولی اصلا ایراد نداره. الان بالایی. آره کاملا به موضوع، ولی حالم میخوره. من یه سوالی دارم ازتون. قوانین خاصی داره پادکستتون؟ یعنی هر چی میخوای بگو، فوقش بوق میذارم. آها اوکی. بوق میذارم. اوکی. بوق میذاره کات سامان گش. همین خواستم. بوق اولو زده باشی. خب من چیه؟ به خیلی دوری، من تو ادیت صاف میشم یه جلو. فرشید من چیه؟ تو خار. دکترا اکثرا خار. نه اینو نمیتونیم بگیم. نه اشکال نداره گفت. تو دکتر خواه هستی. آقا عسکری میشه به منم یه چیزی بگی؟ شما آخه ببین یه چیزی بگم، شما انقدر بجنات جالبه، انقدر زیبایی، انقدر احساس میکنی آدم خوش بده میره جهنم مثلا. ولی ببین کلا نظر من در باره کسایی که صداشون سکسیه آدم به نظر من. چرا این حرف رو میزنی؟ چون که راحت میتونن رابطه دار داشته باشن جنسی و قرار کنن. خیلی مربوطه. خیلی مرتبط. من مثال میتونم بزنم. مثلا من یه دوستی دارم، سامان میشناسه، کمال کلانتر. بعد یه دختری به هم مسیج داد، وایس داد تو دایرکت، گفت وای شما دوست آقای کلانترین؟ گفتم بله، خودشون هم پیج دارن میتونیم. گفت جوابمو نمیده، خوش به حالتون که هر شب صدای آقای کلانتر میشنوین. گفتم والا هر شب نمیشنوم، ولی منظور که واسهش خیلی جذاب بود. به نظرم آدمایی که صداشون جذابه خب بالاخره چیزن دیگه. تازه یه گزینه من دارم، میتونم هر شب با یه صدا آره مثلا بزنم. مثلا بعضیا باب اسفنجی پرسنن، ایشون میتونه با صدای باب اسفنجی آقای خرچنگ در رو مثلا چی بگم؟ فرشی جون دارش بیار اوی اوی اوی. آره خدای آپشنه. بعد به نظر من هر چقدر تو آدم خوبی باشی بالاخره از دید عموم خب اوکی بابا استاکی اینجا چیزه. به نظرم خوبه، شروع خیلی قوی بود برای مقاله فحش. ببین داستان اینجاست که میخند داستان اینجاست که برای صحبت ما، بحث ما این بود که در زندگی روزمره خب همون یه مقداری فحش استفاده میکنیم، کمتر و بیشتر. میخواستیم ببینیم کلا این قضیه اوکیه یا اوکی نیست
کی میشه فحش داد از نظر هر کدوم، کی نمیشه، اصلا فحش مناسبه یا مناسب نیست. من به نظرم که سپر که فحش نمیده از سامان شروع کنیم. سپر البته هرسش در نمیاد فحش میده ها، ولی اونجوری فحش نه اصلا قبول نیست. ببین من فکر میکنم من کسی هم که توی فحش دادن اعتدال رو برقرار میکنم. خب نمیکنین دیگه، تو الان با فرشید چجوری صحبت میکنی؟ شو نداره بعد صحبت کنه وگرنه میدونم فکر چی کنم همش بوق قراره بخش. آخه چر داری میگه؟ ببین تو هم همینطور. من کی؟ یعنی چی؟ تو داری چرت و پرت میگی. من کی؟ من چی؟ مانی روز اولی که من شناختمش و فوش نداد، از روز دوم من قبول کن که ولی برای فرست امپرشن خوب بود. یعنی خواستم اولین باری که منو ببینی احساس کنی که آدم مؤدب. نمیدونم چرا خواستم این کار بکنم، نمیدونم. بذار تو وقتی 24 ساعت طول کشیده چه فرقی داره دیگه هم خدمت. من نظر خودم راجع به فحش دادن، ببین در کل چیز بدی نمیدونم فحش دادن. خب چون یکی از راه‌های تخلیه خشم و غم. آقای عسکری برای تخلیه خشم راهکار دیگه به من بچه ها همه شو باید سانسور کنم که چی گفتی خشم تو با چی خیلی کن تو جلسه؟ سیکس همونه دیگه، فقط خودکفایی سیکس فرقی نکن. بچه یه لحظه 6 دقیقه و 30 ثانیه است، من مطمئنم 4 دقیقه مردم دارن بوق میشنون. یه ذره کنترل کن، اون جدی تر میشه. آره یه ذره کنترل کن، الان داریم خودمون رو آروم میکنیم. بله من داشتم میگفتم که کلا مخالف نیستم با فحش دادن، منم فحش میدم، ولی من خب خیلی محافظه کارم و نگاه میکنم کی هست کی نیست. حالا به غیر از وقتایی که اکوره در میدم و نمیفهمم یه لحظه کجام و کی هست و کی نیست، میبینم کی توی چه رنج سنی حضور دارن و فحشو میدم. خب و فحشو میدم. ممکنه که زیاد فحشه مثلا به اندامهای جنسی و اینا مربوط نشه، ولی فحشو میدم. مثلا میگه مثال بزنی چه فحشی میدی؟ مثلا تفتوش. نه تو چه شرایطی چه فحشی میدی؟ تفتوش که فحش کلامه اصلا، یعنی فارسی معیاره. آره تفتوش، نه توف تو فوش، نه فوش تو چیز، نه توش فوش، نه توف توشه، تو تا عمل توف توشه. به این نه مثلا دیوز، پوفیوز. پوفیوز خیلی واقعا حرف بدی نیست، واقعا خیلی حرف بدی نیست. یعنی احمق و پدربزرگ. نه پدربزرگ میگه پوفیوز یک حیوانیه در جنگل های شمال ایران که این وقتی که تو میبینی، وقتی که میترسه خودشو باد میکنه، یه قیافه خیلی وحشتناکی بهش خودش میگیره، بعد پخ میکنه کنه میره. خب یعنی یوزیه که پف میکنه. حالا نه کاملا نیست. این فکت اشتباه. نه یوز نیست، شبیه فکتایی که من به فرشید میدم در بابا. لحظه یوز، ببین عزیز من، یوز نیست، یک جانوریه. خب. نمیدونم از چه دسته ای ولی پدر بزرگت ایسکا گرفتن اینا بلد بود نه؟ چون ایسکا تو صفر گرفته قطعا، مثلا پوفیوز تو ده خدام هست حتی. امیدوارم که اینطور نباشه. ولی واقعا ریشه یابی فوش خیلی جذابه. خب بره. مثلا اسکل تنها چیزی که من میدونم پوفیوز میشه مرد سست، یعنی مردی که وله خیلی بده، سفت نیست. این که وارد جزئیاتش. آره خب یعنی چی مرد سست؟ سفت نیست دیگه، مثلا شولی، آدم شولی هستی. آره خودت خودشو کنترل کنه. مرد سست، تنبل، بی ارزه، بی کفایت، بی رگ، بی غیرت، خیلی فوش بدی. خب همین مادر سیگه شما میگی حالا ده خدا بشه بیانش رو. خب سامان بگو داشتی میگفتی؟ داشته میگفتم که مهم نیست. من میگم کلا فوش اوکیه، ولی کسی که زیاد فوش بده رو من ناخودآگاه قضاوت میکنم، کسی که بد دهنه رو. آره منم دوست ندارم. چرا؟ خب بالاخره خب ادب دیگه، نزاکت دیگه. ولی آخه با معیار من معتقدم که یک شخص میتونه فحش بده ولی بیادب نباشه. بله چطور ممکنه این باشتون؟ به نظر من خیلی ربطی نداره فحش دادن به ادب. ادب من در چیز دیگه ای میبینم. ببین نکن الان من خیلی من فوش الان توضیح میدم. باید توضیح بدی چون من نفهمم. من خیلی فوش میدم اصولا، در صحبت کردن روزم خیلی فوش میدم، ولی به آدما فوش نمیدم.
بیشتر باز توضیح بدید. خیلی راحت دیگه، الان شما به هم دیگه فوش میدیم. من به کدومتون فوش دادم موقع صحبت کردم؟ من نمیدم، خیلی کم فوش میدم به آدما، خیلی کم فوش میدم. ولی مثلا میگم اون فلان چیزو بده من ببینم چیه، مثلا تو کلام استفاده میکنم ولی به آدما فوش نمیدم. واقعا نشده یعنی یه آدمی؟ چرا نمیشه؟ خیلی کم، خیلی کم این کار. یعنی ببین من حتی به شوخی هم فوش نمیدم، حتی به بچه‌ها میگم به هم دیگه. چند وقت پیش گفته بودم دیگه، اصلا قبل از اینکه جنگ اتفاق بیفته برشتم به دو تا بچه گفتم آقا به هم دیگه فوش ندید، اتفاق خوبی نیستش با هم دیگه بعد فوش. من اگه اجازه بدید میخوام وارد بشم و حرفای شما رو نقض کنم. همین فکر کنم دو هفته پیش بود که شما خیلی غیر مستقیم به مادر بنده یه چیزی گفتی، خب ولی تنها تفاوتش این بود که خیلی خلاقانه گفتی. فرشید گفت، به فرشید گفتم ممنتو رو دیدی؟ گفت نه مامان تو دیده. یه همچین چیزی بود. اینا رو میشه کلاس؟ نه گفتش که مامان دل پادکست هست ساما ببخش تو گفتی که چیزه، تو گفتی که نه میشه. آقا چرا نمیشه گذاشت؟ مگه من فوش دارم گفتم مامان دل پادکست گوش دادن هست یا نه؟ این کجاش فوشه برادر من؟ این کسی که حتی فوش هم نداد ولی داره ب... خب این عکس حرف منه، شما فوش هم ندی ولی بی ادب باشی. چرا این عکس حرف منه؟ من سوال کردم، تو بگو نه یا بگو آره، من جوابمو میگیرم. مگه توهینی شده به خانوادت این حرفو به من میزنی؟ باور نمیکنم. مهمون طبیب خودش. ولی من میگم اگر راست، من ندیدم مانی به بچه ها فوش بده. اینو راست میگم، اینو جدی من داشتم فکر میکردم. خب اوکی، اشتباه پیش میاد بالاخره. مثلا شما خیلی فوش تو تاریکی پرت میکنی بره مثلا به یکی یه نفر، ولی اینجوری نیست که مثلا به هدف مثلا به شما خواسته باشه این کارو بکنه. من نشنیدم. ببین حالا اوکی، اصلا منظور رو ول کن. فوش واسه چی میدی؟ خب مثلا من سپهر رو میشناسم. خب وقتی اومده بود کلاکت واقعا فوش تعریفش کثافت بود. خب ولی یه تایمی دیدم، خب مشکلات زندگیش رو دیدم، دیدم که این کثافت و اینا دیگه مشکلش حل نمیشه و خود به خود الان نقل کلامش هست. یعنی من میبینم که خود سپهرم عوض شده، پس یک تأثیری داره. خب یه چیز بگم، شرایط محیط من رو خراب کرده آقا سامان. نه آخه محیط درست، شرایط مثلا چه میدونم من الان، تو الان شروع کن به عنوان مثال. خب بس من قور بزن، جدی میگم قور بزن، من مثلا میخوام ببینم در جواب چیه. مثلا یه چیز مثال بزن. اوکی بابا با یعنی بوق بگم یا تو بگو من چه عادی با هر چی که ریدم تو این زندگی، هواش کثیفه، ریدم تو این شرایط اقتصادی، ریدم تو این زندگی دی بیا خوردم. ببین مثلا من با مواجهه با این کار تو دو تا راه کار دارم. خب یا میتونم دل به دلت بدم، شروع کنم منم بگم که آره داداش مثلا آره منم ریم اذیت فلان، چه مشکلی حل میشه. ولی گزینه دوم این که بگم همه خوشحال نمیشین به تو چی کار کنم؟ نه این به این معنا نیست که من بخوام به تو توهین کنم، به این معنای که آقا من میگم هم دکتر آلن جاز روان جزی بخوام خدمتتون برم نکروز و اینا میکنه. بله بفهم. چون که من الان هم تو لبخندی به لبات میاد، هم چی میشه، هم اون بحث تموم میشه با یه انرژی خوبی. خب من اینجام بازش کنم. ببین آره این که تو داری میگی درسته، من هنوزم خیلی از آدم ها بر این باورن که اصلا کلا من فوش بلد نیستم، نه اینکه ندم. ولی خب به قول تو دیدی موقعی که عصبی بودم، این موقعی که اتفاقا خیلی رو دور خنده افتادم هم دادم. نکته اینجاست که به نظر من نکته که هست اینه که به نظر من باید ببینی کجا جلوی کی و چی. مثلا مانی میگه من فوش میدم، ولی قطعا اگه اولین بار بابای منو ببینه از این الفاظ استفاده نمیکنه. میکنه؟ احتمالا نه. خب من دارم میگم که این قضیه اصلا اوکی، ما چهار تا پسری میشینیم به گوشه، حالا الان مهنوش هم داره میبینم ولی میشینیم دور همیم اصلا تو کافه ایم، حتی منی که میگی فوش نمیدم هم دارم فوش میدم، کسی اون بیرون نیست. ولی یه سریا انگار شده فرهنگ عامیانه زندگیشون،
یارو تو رستوران میده، جلو خانواده داره فوشه رو میده، سر کار داره میگه، تو قرار کاری هم ممکنه بگه. این غلطه. نه آقا جان، من اصلا به نظر من شما غلط این اشتباهه. من اصلا به نظر این حرف شما وارد نیست. مثل میمونه که برگری بگی تو استادیوم زیاد فوش میدن، خانواده نباید برن. اصلا به نظر من ربطی نداره. به نظر من این که شما یعنی بگی که این کارو نکنید که بقیه نکنن، اصلا یعنی چی؟ من به بقیه نیستم، تو میگی استادیوم، اوکی اصلا استادیوم یک فضایی که این اتفاق میفته، تو کل دنیا هم شاید بیفته. من میگم آدمی دیدم که انقدر دیگه فوش براش عادی شده، تو جلسات کاری بی دلیل هم دیگه داره از این کلمات استفاده میکنه. بده یه روزی سرش به سنگ میخوره دیگه نمیده. من سوالی ازت بپرسم مانی؟ من اصلا از میخوام بگم که فوشو چرا بد میدونی؟ آفرین. من الان یه شرایطی رو واسه شما الان ببخشید، من نمیخوام اصلا برم سمت جنسیت مرد یا زن، ولی دخترها هم فوش میدن، فوش زشتی میدن. اصلا اینجوری نیستش که بخاطر اینکه استادیوم دختر نیست یا رو فوش بده یا فوش نده. خارج از ایران اصلا هم الان راجع به استادیوم داری صحبت میکنی. من الان یه شرایطی رو واسه شما متصور میشم. شما توی خیابون داری رانندگی میکنی، یه نفر بد میاد میپیچه جلوت و نزدیک بودین که تصادف بدی بکنید. اولین چیزی که میخوای بگی فلان چیزم تو فلان جات، خب نگاه میکنی میبینی خانومش بغلشه. من دقیقاً همچین شرایطی راستش واقعا پیش اومد. خب خودت گفتی ولی گرخیدی از جوابی که آره یه چیزی میگی فوشه تو یا نمیگی؟ اگه اون باشه چه فوشی میدی؟ اگه حالا نباشه خانومش فوشی میدی؟ من ناراحت شدم، هم اشتباه کردم، فوش دادم، چون اون آدم همسرش کنارش نشسته بود و نه نباید فوش میدادم، ولی این کار اشتباه کردم. من اشتباه کردم و فوش دادم، یعنی کار عاقلانه‌ای نکردم. خب اصلا من تو این شرایط برام بوده نبودن اون طرف اصلا فرقی نمی‌کنه. اگه قرار بود فوش بدم فوش می‌دادم، قرار نبود فوش بدم فوش نمی‌دادم، که نمی‌دم برام دیگه، من واقعا نمی‌دم. خب من دارم میگم، من میگم این منطقی که شما میارین و من وارد نمی‌دارم. اگه از فوش دادن کسی خاصی به نحو خاصی ناراحتین، به خودش می‌تونین بریم بگین اگر این اتفاق افتاده. یعنی اگه از ناراحت این که به شما یه نفر توهین کرده، میتونیم بهش بگیم من کار خودم بارها کردم، مثلا بهم فحش نگفت، آقا من فحش ندادم، شما به من فحش ندین. خب اوکی، من این کار شدنیه، میتونی انجام بدی، ولی اینکه من چطوری حرف میزنم. اوکی شما اگر مثال دارم میگم، یه شرکتیه میتونه بگه آقا ما فرممون اینه که فحش ندیم، اوکی من، ولی نمیتونم به من بگه فوش بده یا فوش نده. من میتونم انتخاب کنم اینجا باشم و یا نباشم. چقدر عاقلانه دکتر فرق میکنه اینجوری ها. به قول سما میگه دکتر دیگه. ببین یه چیزی من بگم، این که آدم ها بهت فوش بدن مانی، فرقی هم داره چه فوشی بدن که تو بری بهشون بگی فوش بده. یا من مثال رو کامل کنم، مثلا یکی بهت هی بگه احمق، خب همون قدر به نظرت مثلا ممکنه بری بهش بگی به من فوش نده که یا بگی مثلا یه فوش کشدار بده. ببین کشدار خیلی متوجه میشم، کشدار خیلی مهم نیست. ببین اگر به کسی از اطرافیان من توهین بکنه که من دسترسی بهش ندارم، اون برام مسئله است. ببین بره به خودش بگی من کارم رو خودش میدونه چیکار میخوام بکنم، ولی به من برای اون به اون طرف فوش بده حس خوبی بهم نمیده، و چون خودم این کارو نمیکنم احساس دارم طرف مقابلم این کارو نکنه. اگر بکنه با برخلاف میل من، نیستش که بزنم تو صورتش، میگم خدا نگهدار. اوکی متوجه شدم. ولی من اینطوری هم که مثلا تو رو میگم، غریبه رو نمیگم، مثلا تو بیای به من هی بگی چه فوشی بدم بتونیم بذاریم بوق نذاریم، حالا بگو به من میگی ماد، خب هی بگی، نمیدونی اول شک داشتی که چه فوشی داشتی رعایت میکردی، بعد دیگه رعایت رو کلن گذاشتی. آره قضیه خواستم که عزیزم کاملا که این من مثلا بگم، من که این حرفو نمیزنم هیچ وقت. خب من حرفو هیچ وقت نمیزنم، ولی اگر بعده که میخندیم بگم، خب برای مثلا شخصی از خاص تو، شخص خاصی از تو اتفاق میفته؟ نه دیگه نمیفته. خب چرا حالا تو فکر میکنی نمیفته؟ ای بابا یه چیز بگم شده تا حالا من از این فوشا بدم تو نخندی؟ نه شده مثلا واقعا ناراحتی از دستم
مثلا از 10 بار شاید یک بار آره. اونم به خاطر ذهن خلاق توی که تصویرسازی میکنی اون صحنه رو، تصور میکنی، فکر میکنی. قدرت ذهن ها، نمیدونم تو یه یوتیوب چقدر دوره ذهن تو مهمان این قسمت شدی دیگه خیلی مؤدبانه. نه جدی دارم میگم، ذهن، قدرت ذهن اینجوریه که آقا تو اونو تصور میکنی و ناخودآگاه احساس میکنی. توضیح بدیم، ما میدونیم که جدی نمیگی دیگه. نه نه آقا دارم جدی میگم. بزنید تو سایت هست یوتیوب قدرت ذهن بزنید. نه ولی جدی میگم، یه دونه مستند هست مغز انسان. خب همین به سرچ کنید مستند مغز انسان. قطعا هست همچین مستند. آره هست دیگه، دارم میگم. مستند قلب حیوان. آقا بیانه کم ترتمیز کنیم. بزن من میخواستم اینو بگم. خب میخواستم اینو بگم که آقا ممکنه رفیق من بدترین فوشو به من بده و من واقعا از اون 10 بار فوشی که میده یک بار ناراحت بشم یا اصلا ناراحت نشم، ولی ممکنه یک نفر به من بیاد بگه لوس یا دوست. دوست خیلی فوش بدیه. دوست یا هر چی. زشت. لوس. به کلمه من زشت. من حساسم به اون کلمه و ممکنه که از 10 بار اون فوشی که دادن به اسمتو چیز من ناراحت نشم، ولی به اون لوسه ناراحت بشم. اینم هست. حالا من یه چیز بگم، من به عنوان کسی که از فوش زیاد استفاده میکنه، من به نظرم فوش کاربردهای مختلف داره. خب مثلا اتفاقا من تو دعوا مثلا یه فوشی میتونم بدم که دعوا تموم شه. خب چرا؟ این کاربردش اینه. اتفاقا من فوشو شاید عملم عمل زشتی باشه، ولی در نهایت خیرخواهی منو میرسونه که دعوا تموم شه. مثلا تو به من بگو خفه شدی آویزون کنم. الان تو باید بری فکر کنی من به تو چی گفتم. چیو من آویزون کنم؟ آفرین. کجا اصلا چی میخوای جوابمون بگی؟ چی هدف انگار؟ آره چی تموم شد، دست بده، دوست شدیم. موکرتم این مثل اون ویدیو هست که دوتا چیز هن راهندن دعواشون شده، بعد یارو میگه بزن بغل، میزنم بغل، از دوربین جلوی یکی از ماشینا داره میگیره، اون یارو جلویه یه کیسه باکس از صندوقش در میره قبل اینکه چی بگه. شروع میکنم مشتلقت به کیسه باکس زدن، بعد به این یارو که دعواشون میگه تو هم بزن، یارو اصلا ریده به خودش. یه زن نگاهش میکنه میگه بزن دیگه، یه لگت میزنه جاشو میشینن میرن تموم شد رفت. آه. میگم اصلا میتونه کاربرد خیرخواهانه داشته باشه. بله بله. چی بگم؟ بعد شما ریاضی خوندی؟ بله. تا حتی شما نخوندی؟ چه سوالی آخه؟ سوال نه، اصلا میدونم چقدر از علم ریاضی میدونی. خون چهار عمل هستی. شما طبق آمار ببری تو آمار، از هر 10 بار که من فوش دادم 9 بار خندیدی، پس من به تو لطف کردم داداش. پس شادی آوره باش، فوش شادی آوره. من یه وله براتون میذارم بعد میرم. متشکرم. آیا تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم. خیلی ممنون. متشکرم. حالا تو نمیخواد برو ادیتش میکنه. یه ذره در رو اینطوری باز و بسته کن باد بیا. اونجا دریا نه چه صداش. خب یه دانش بعد آخه نکن. یه چیز دیگه من بگم، یه پوینت دیگه ای هم که هست، من فکر کنم دو تا چیز با هم دیگه قاطی کردیم. ببین یکی هستش که شما کلا از فوش تو کلامت زیاد استفاده کنی، این یه بحثه. به آدمای دیگه فوش بدی یه بحث دیگه. آره راست میگی، درست. من اون تیکه که از کلامت فوش استفاده کنم خیلی استفاده میکنم. آفرین. ولی به کسی فوش نمیدم و به نظرم این ایداله. این قشنگه. میدونی چرا ایداله؟ قشنگ. من چرا اصلا میدونی چرا فوش میدم؟ به خاطر اینکه من از پرده دار صحبت کردم بدم میاد. نخند. آره منم همینطور. ببین تو داری به ناکن. ببین آره حیوانه. نفرمایید. ببین چون فکر میکنم که هرچی من یعنی من اگر یک کلمه به نظر میرسه در وصف یک موقعیتی استفاده نکنم سانسور کردم بدم میاد. در نتیجه مثلا این شرایط
این هست. یعنی شما مثلا بگین شرایط ناپسنده، در حق اون شرایط، در حق خودت، در حق آدمایی که داری اون شرایط رو تعریف میکنی دروغ گفتی، شما جفا کردی. بله. یه چیز دیگه هم هست، مثلا درست میگه. خب الان ببین، مثلا همین مثالی که مانی زد، شرایط می با شرایط بی کاملا متفاوته. خب ولی تو نمیتونی با ادبانه بگی کدوم بدتر، ولی قشنگ تمام مخاطبا میدونن که شرایط بدتر از شرایط آفرین. ولی حالا من میخوام بگم شرایط مثلا نسبتاً بد، شرایط نسبتاً بده، تو فهمیدی چیه شرایط الان نسبتاً بده، چه لولیه؟ ناخوشاینده. خب چطوریه که منظور منو میفهمین همیشه؟ ببین راستش رو بخوای، راستش رو بخوای، نه راستش رو جدی میگم، ببین اصلا ناراحت نشو، ولی جدی میگم، وقتی که فرشید از بگ داره تعریف میکنه، تا زمانی که تو از ناملایمات زندگیت داری تعریف میکنی، من خیلی بیشتر احساس میکنم فرشید داره، در حالی که ممکنه اون ناملایمات تو از فرشی سنگین تر باشه. متو تو وقتی مثلا با توفم بود، خدا شکر اینجا ایزوله، مثلا تو وقتی تو وقت با موتور خورده تو اتوبان زمین داشته میمورده، بعد میگه راننده بد رانندگی میکرد. خب عزیز من ببین، اینجا این نیست، یعنی اینجا جمله‌ای که شما باید استفاده کنی این نیست. اصلا ما کاریم راننده شخصیتش چطوریه. خب راننده شخصیتش خوب باشه، ولی راننده میرونده، شما نمیتونی بگی بد راننده. یه کاری بکنیم، فکر کن بعد از تصادفته، خب یه جمله رو میخوایم الان مؤدبانه بگیم، یه جمله رو با فحش بدیم و بعدش نظر خودتو بپرسیم راجع به اینکه کدوم به فکر میکنی بهتره. مؤدبانش اینه که این چه وضع رانندگیه، من داشتم میمردم. یه چیزی بهت بگم، دقیقا میخوام اتفاق رو بگم دیگه، من تو اون تصادف واقعا داشتم میمردم. مردم که گذاشتنم کف جدول و خون داشت میرفت، کوبیدم روپام واقعا و گفتم گه تو این زندگی. خب ببین، گه درست نیست. ببین قبول داری؟ یه سری آلات دیگه ای هست برای این شرایط. تو این زندگی به خاطر اینه که مثلا من اتوبوس رد شد نرسیدم بهش، بند کفشم بازه، مثلا تو که گوزیده، این میگه گه تو این زندگی. آره، یه زندگیه. آره. خب داداش داری میمیری، تو اگه نکنی الان تو زندگی چی میخوای بکنی؟ باری کلا چقدر هماهنگ گفت. من با همون پای شل بالا می شدم اول یه فصل، ننه سکته راننده رو راننده پدیده میمونه، مثل آلوده میمونه. چقدر جالبه، گوه توی زندگی چی؟ نه میرسونی نه شرایط تو میتونی توضیح. والا اتفاقایی که واسه این بچه افتاده تو یک سال اخیر، من اگه داشتم خیلی اصلا خودکشی میکردم، میافتادم تو خیابون. مثلا اون مثال دیگهش، استودیوش گفت آتیش گرفته، گفتم سپر چی شد و اینا، گفتش که لعنتی برق اتصالی کرده به خاطر تو همسایه ها هم هست. آره بنده خدا، مثلا ضوابط بوده. آره مثلا توی فیلم یارو گفته، مثلا تو انگلیسیشو بگو، fuck yes، لعنتی بله، holy shit، مدفوع مقدس. ببین کلن به نظر من در یک کلام، فحش دادن آزادی بخشه، نه به افراد، به شرایط، به موقعیت، در کلام به نظر منم. آره آره به نظر من جواب میده. و این که من میگم نگران هم نباشیم که مثلا اگه این که بقیه تحت تاثیر ما قرار میگیرن، چند تا حالت داری به خودم فحش داد، میگم ایزم نده، که حالا داد نداد باز نتیجهش مختلفه. خب اگه همینجا هم داشت فحش داد که بدایی زنست، من کاری نرم، زیاد فحش داد یه جای دیگه نمیده. آره درسته. مگه اینجوری که مثلا ما همون از اول میدونستیم کجا باید فحش کجا باید فحش ندیم، یه بار مثلا جلو بابام فحش دادیم گذاشته دیگه، فهمیدیم که فحش نباید بدیم مثلا. درسته. نه واقعا نه سپر، چون کار تدوین و ادیت این اپیزود داری چجوری پیش بینی میکنی؟ یعنی ممکنه بوغو اذیت کنه. به نظر من یه فایل بوغ بذار لاشو خالی کن. الان موقعیت برای سپر تو بخوای این فایل رو ادیت کنی، آفره. چه اتفاقی برات میفته؟ سپر عرق کرده پارش باری کرده. نه قد درست گفت، اندازه نه درست کاملا متوجه شده سپر. بعد ظرفیت هر آدم هم جدی متفاوته، مثلا تو اگه سامان میخواست این فایل ادیت کنه، ننش
واقعا این یک چیز موندگاریه، یعنی به نظرم آره جوابا خیلی ولی بعضی ها یه چیزی بگه بعضی ها خیلی لذیذ فوش میدن. خب مثلا من یه ویدیو دیدم یارو یه فوش قشنگی داد پشمام ریخ، واقعا دوست دارم ازش استفاده کنم ولی ژانر من نیست. مثلا داشت میگفت، مثلا میخواست توهین کنه به طرف، گفت سگ بغل کنه گربه زیر سر بذار. خیلی فوش جالب، یعنی ببین چقدر تو بدبختی که سگو به عنوان پتو استفاده میکنی، گربه رو میذاری زیر سرت، بدبخت. بله دیگه، ببین یه سری فوشا هستن که شرایط زندگی تو میگن، یعنی هیستوری تو رو میگن، یعنی انقدر بدبختی الان بی خانمانی اینا تلختر به نظرم از فوشای مثل کشته، مثل ننه دوزه، میدونی آره. نه تنها دوزده آره. ولی دوزده کیه؟ آره بعده، خیلی بعده، بعده این بعده. این توصیفی که کردی فکر میکنم 70 سالگی من هست. من جدی یک چیزی که دارم خیلی تلاش میکنم جدا اینه که در این حال که فوش بدم و خالیشم احترام بذارم به این که فوشم جنسی نباشه. این خیلی من دارم تلاش میکنم برای این قضیه. یعنی مثلا بعضی وقتا، یعنی بعضی وقتا مثلا سعی میکنم 50-50 فوشا رو بدم، یعنی 50% مثلا مردونه 50% زنونه، یا سعی کنم حس کنم مثلا ببین نصف نه این که 50% خودم میشه، نه ببین مثلا بگم پدر ده اینو باید بذاریم این قسمت تو اونلی فنزمون. آره پدر ده مثلا پدرشو میتونی بوق نذاری. نه اشتباهه. ببین ولی یه دومش اشکال داره، نه که نشون بده که اینجا ولی جدی این که خلاقیت داشته باشی تو فوش، که سعی کنی کمتر چیز جنسی بگی توش ولی کامل برسونه. خیلی ما یه رفیق داشتیم اشکان حاتف، اون به شدت آدم خلاقی بود توی فوش دادن. مثلا این سری اومده بود، بعد از چند وقت دیده بودمش اونم می‌خواست بگه که زندگیم خیلی سخت گذشته این چند وقت ببین میتونست بگه پاره میشد، میتونست بگه ننم شد، ولی میدونی چی گفت؟ گفت اینقدر زندگی سخت بوده اینقدر شده که یه تن ماهی از پهنا میره توش صدا میده. خیلی عالی. مثلا ننه خیلی میدونی. آخه یه نکته هم هست، من این کار خیلی میکنم که من کلامی که فوش نیست رو خیلی رندوم یه کلمه انتخاب میکنم، یه جوری میگم که انگار فوشه. مثلا سرنتیپیتی. ببین شما میبینی در چیزش فوش داره، فوش نیست اصلا. قلک درست باره، این خیلی بده. مثلا مرتی قلک در حالی که قلک به خودی خود اصلا توش شما سرمایه گذاری، یعنی در واقع به نفع بشریته، یعنی داری به یارو میگی بیا سرمایه مو بذارم توت. سپر از ما جلو افتاد، این زیاد بوده سپر یه اون نیتروژن زد رفت جلو. من حالا نظر آخرم راجع به فوش دادن بخوام بدم اینه که من کاملا اوکی هم با فوش دادن، منتها باید چند تا چیز در نظر گرفته بشه. یکی اینکه رابطه ای تو با طرف چقدره، غریبه ای، دعوا شده، میخوای شوخی کنی. اگه میخوای شوخی کنی ببین چند نفر نشستن این ور اون ور، آیا شوخی تو رو بقیه هم درک میکنن، و در کل یه چیزی بگی که طرفت ناراحت نشه. اگه قراره ناراحت نشه فان باشه، ولی اگه قراره فوش بدی دعوا بشه یه چیزی بگو. تو من تخصصم همین کاری که واقعا ناراحت نمیشه طرف، دقت کردی؟ اون سری تو آسانسور یارو اومد چی گفتم؟ یه چیز ریزشتی گفتی یادمه. رامین رو میگی؟ نه آها رامین هم چیز کرد. نه تو خیلی چیزای بدی گفتی، میدونم که بد گفتی. آره دیگه، شما نظر آخرتون میخوای بگید راجع فوش دادن؟ من فکر کنم گفتم دیگه. نه شما بگین، من گفتم. من به نظرم
آدم بیادب و هیچ جا ازش به خوبی یاد نمی کنم، ولی جدی میگم اینا. من انتخاب کردم که اینجوری باشم و اینجوری هم. تو خواهی تو بیادب میدونی؟ ببین نمیتونم بگم با ادبم یا آراستم. بلا فکر میکنی که مثلا آدم ها از تو به خوبی یاد نمی کنن؟ چرا؟ ببین مثلا آقا یه آره یا نه بگو اینجا. آره خوبی یاد میکنم. خب پس دیدی گو میخوره. پس ادب یه چیزی آخه تو پرانتز باید بهش اضافه کنم، میدونی چیه؟ این که به هم هی دوست ندارم به هم بگن مثلا فلان جا این حرفو نزن، فلان جا این حرف. آخه ببین فرشید من بازم میام، من بچه هم آفرین تو اون دسته از آدمایی که با اینکه فوش میده بی ادب نیست. اتفاقا ببین آخه نگاه کن، من به نظرم اتیک رفتاریه که مشخص میکنه نفر با ادبه یا بی ادبه. مثلا تو اگه بگی گشنه تو بی ادبی به نظر من. آره آفرین. یا مثلا مثال ساده بزنم. یه مثال ساده بزنم، مثلا فرض کن اگر من در جمع شماها یک دوستی رو بیارم که بهتون معرفی کنم، خب اگر شما با اون دوست من خوب برخورد نکنید به نظر من بیادبیه. بله بله. ولی اگر با اون خوب برخورد کنید به منم واسش بگین ش به شوخی اصلا بیادبی نیست. حتی به خودش هم بگی. حتی با اونم اوکی بشی. مثلا من اوکی بودم که مثلا به دانیال بگم سری اول مثلا قرم ساق مثلا. میدونی چی میگم؟ حالا بدترم میگم دیگه میگم بوخ کمتر بده. مثلا اوکی بودم به دانیال بگم. میفهمی؟ آخه میفهمی آدمیه که تو باهاش مثلا اون دیالوگ اولین سری بگی اتفاقا رفاقتتون شکل میگیره یا مثلا بعده. اتفاقا من در چیز در ادامه حرفم اینه که هر سه نفری که هم سامان هم فرشید هم سپر اتفاقا اتیکای رفتاری رو بسیار خوب رعایت میکنن، کاملا رعایت میکنن. من هر جایی هر انتظاری که داشتم هر چیزی که به نظرم این رسم ادب بوده به اصطلاح رفتارش رو رعایت کردن. برای من این حرفا آدمای با ادبی ان، آدمای موقعیت شناسی ان و برای همین هر چه قدم فوش بدن من به نظرم تاثیر روی نمیذاره. اونه که اصل جریانه. من یه نکته خارج بحث بگم در رابطه با اثرگذاری اینکه مؤدب باشی. شنیدین که میگن دخترها جذب پسرای لاشی میشن؟ اما به شخصه دیدم که یک پسر مؤدب خیلی کارو زودتر در میاره تا یه پسر لاشی. به نظر شما تأثیرش چیه؟ چیزه راجب خودم نمیگم بچه ها، کلی گفتم شخصی راجب سپهر نبود. نه من اگه یه آدم خیلی مؤدبی ببینم که توش رگه هایی از فان بودن نباشه به شدت اون آدم برای من حوصله سروره. نه همینا اوتو کشیده منظورم نیستا، طرف مؤدبه مثلا بامزگی و فلان و اینا هم داره. ببین من میگم دو تا آدمو بذار کنار هم، یکی هست که بیسچاری داره فوش میده، یکی هست که با ادب، دو تا شاید مزن برزونه. میگم اینو دیدم روی کرد آدما خیلی باهاشون، یعنی زودتر شاید چفت شدن تا با اون یکی. در یک جایگاه غریبگی دارم میگم ها. من آدینسم اون نیست، یعنی با احترام خیلیم عالی فلان اینا، ولی من آدینس، یعنی من ترجیح میدم که اون آدمایی که جذب این آدم میشن جذب من نشن. نه فقط جنس مخالف کله. من به فکر فرو رفتم، ذهنت اصلا درگیر شد. آره داشتم تحلیل. مثلا اینم فوشه من از این چیزا اصلا ناراحت نمیشم. منم میدونی من از چی ناراحت میشم؟ من خب به همون جوری که خیلی شوخی میکنم مثلا توقع داری الان بگم خیلی آدم با جنبه ایم، اصلا آدم با جنبه ای نیستم و من هر جا نتونم در کلام جواب بدم که خیلی موقع هم نمیشه حمله میکنم، کتک میزنم آدم ها رو. ناآروم میشی یه ذره. من میترسم پرسنال برندینگ آقای عسکری بعد این پادکست به هم بریزه. همه آفالوش میکنم. آخه همه من همینجوری میشناسم. من ببین من واقعا انقدر دوست دارم تو پیجم راحت صحبت کنم. آره من خیلی دوست دارم. نه که بخوام توهین نمیدونم، نه همون کسی باشی، واقعا همون چیزی که بیرون هستم باشم، عاشق اینم، ولی نمیشه. آره دیگه نمیشه دیگه، متاسفانه جایی هستیم که نمیشه.
من فقط یه چیزی بگم ببخشید. ببین من اون حرفی که زدم واقعا یه لحظه کامل کنم، اینکه گفتم نمیخوام اون آدینس من باشه. من حتی تو شبکه‌های اجتماعی اگر فعالیتی کردم جایی بوده که بتونم چیزی که میخوام بگم، وگرنه نمیکنم. تو توییتر برای همین بیشتر هست تا اینستا. یه سوال بپرسم ازتون، با مزه ترین فوشی که تا حالا شنیدین، جالب ترین فوشی که شنیدین چی بوده؟ آخه نمیشه پخش کرد. نه آره بگو، حالا اگه پخش شد پخش با ویلا. ویلا این چی؟ ببین یعنی هر جو مرز نه؟ ببین یک سری شخصیت کلی بازی ببین خیلی موقعیت داره. مثلا من که از چه همزمان بود جمله، مثلا یه بار یه موقعیتی بود یکی برگشت گفت که طرف انقدر با ویلا بازی در میاره شوافه، یا اون یکی گفت وضعیت چی بازی، آره یا گفت وضعیت خیلی با ویلاه، یعنی کیاسه. ببین میشه کسی که از کاه کوه میسازه و از این شرایط به نفع خودش استفاده میکنه. دوباره هم واو ایلا چی مثلا خبر نیست. آره ما چیزی نشده مثلا. ولی شلوغش میکنه. مثلا هم آقا هم خانم این کارو ممکنه بکنن. یک موقع خیلی ساده ایه. وای چه خبره؟ وای تو فلان کردی، در حالی که تو اصلا فلان نکردی. ولی خب استفاده میکنه. تو چی؟ من والا الان خیلی ذهنیتم، ولی یه بار تو دانشگاه یکی یه فوشی به هم داد که خودم خیلی خندیدم، یعنی خیلی چسبید به هم. که یه همکلاسی داشتم اسمش تینا بود، بعد این یه ذره لات بود، خب مثلا داشه بلند اونجوری نبود، خیلی هم داف بود، خب منتها یه ذره بیادب بود، کلا آدم بیادب و بیعصابی بود. بعد من این روی دستش جای چنگ بود، جای چنگ بود، هی از صبح شوخی بیمزه باش میکنم، مثلا میگفتم چه تا کره میگفتم، هی میگفتم. بعد تو سلف وقت نهار رفتم بهش گفتم اوکی، گفت بلند تو سلف ما، سلف اونم مختلط بلند شد گفت فرشید جوری میزنم تو دهنت تا یه هفته دندون برینی. به نظرم خیلی فوش قشنگی داد، یعنی بی احترامی عجیبه به شخص خودم، جوری میزنم تا یه هفته دندون برینی، به نظرم خیلی قشنگ بود و من کیف کردم. شبیه این کوریای قبل جنگ رستم میگه مثلا، چرا هم زدم ات بر دهن. اونا هم خیلی قشنگه ها، من خیلی دوست دارم با موسم تو چی سمان؟ من خیلی دارم، نمیشه گفت خیلی زشته دیگه، بوغم زیاد میشه. توی این با ادبیات هم کوندلومه رو خیلی دوست دارم. کوندلومه این چیزه جیجی بوجیه بیشتر. نه این نه تو کانتکست نگاه کنی چه مثلا به آدم توپل میگه اینو پخمه تورم پزونگه یارو. آره ببین من فحش نیست، ولی یه کلامی که در یکی از استانه ما استفاده خیلی مثلا بامزه است، میگن فلان چیز از روشلواره. یعنی اون عمیق نیست، سطحیه، به درد نمیخوره. خیلی مثلا میگه داداش مثلا اونجوری که تو داری تلاش میکنی که در شلواره مثلا. خیلی به نظر چیز میکنی، تلاش بیهوده داری میکنی. نه یعنی اداشو در میاری مثلا، ادای این که ولی کاری نمیکنی. خیلی قشنگ. خب مثلا چه مثلا خنجر پلنگ نکردی مثلا به من شما اگه نبود مثلا مامان من میگفتش پاش خونه رو تمیز کن، خب من رو شلوار تمیز میکردم، یعنی مثلا یه چیز همشون سرسری باری کرده. به نظرم جمع‌بندی شد، فهمیدیم چه آدمایی که فوش بدن کار خوبی میکنن، چه آدمایی که فوش ندن کار خوبی میکنن. فقط مهم اینه که عدد یه نکته‌ای که به شدت عجیبه توی این 3-4 ماه اخیر اینه که بچه‌ها فوش چقدر عادی شده و چقدر آدم‌ها فوش میدن و چقدر این دیگه اون قبح نداره. اگه فکر میکنم اینجوری باشه، چون یه سری مثلا فوشا و شعارها میشنویم که خیلی به نظرم الان دیگه اون قبحش دیگه ریخته. آره به نظرم اگه شرایط دیگه ای بود و فوش رو به کسی
عصبانی هم دیگه. آره. بچه خیلی خوشحال شدم از حضور در کنارتون. منم همینطور، ممنون منو دعوت کردین. دیگه بیا به نظرم. دیگه فکر کنم بیا. اگه وقت داشتی باش. من خیلی پادکست دوست دارم. برای خودم میام. اشغال برنامه پارتی. ما قسمت اول که داشتیم میگفتیم قسمت صفر قبلی داشتیم خودمون معرفی میکنیم که سپری مثلا چند سالش چی کار میکنه، از زبون مثلا من مانیو میگفتیم و اینا. فرشیدم که چند سالشه؟ چند سالشه؟ 32 سالمه. آره بگو سال. آره دیگه تو بگو. سامان به نظرم بقیه میگن. آره من مثلا فکر میکنم سامان فرشیدو بگه 11 ساله که میشناسمش. حالا شروع دوستیمونو شاید توی پادکست دیگه گفتم چون خودش داستان جذابیه. نیست تو چری میدونی بابا انقدری من بدبخت نشدم در که بیام مثلا اون کارو بکنم. همون کار کرد. حالا بعدا بهش میجت بود. نه خیلی خوب. بچه از هم دیگه بر زدیم. در یک زبان دیگه هم پادکستم مشکل داره. فقط فارسی. یک زبان دیگه هم اشکال داره. آره فارسی تولید بر زدین. چیو؟ هیچ. آهان آره. نه خیلی اینطور نبوده. بعدم ولش. بعدم صحبت میکنیم راجع بهش. فارسی تولید میکنه، کارگردان خلاق به شدت خلاق، آدم به شدت احساسی، بهترین رفیق منه. بعد میگم بعدش هم بگم من خیلی فرشید دوست دارم خیلی زیاد، ولی میدونی نکته ایست که فرشید از یک حدی از عصبانیت که میگذره دیگه دست خودش نیست. ترکه میره. خودت بگو ترکی که آره من ترکم و برام سخته یه سری چیزا چون که ناراحت میشم. آروم باش فرشید، آروم باش. من امیدوارم گفتم من کلا نه آقا ترکا من نوکر هم واقعا دوستم. من انتخابم این بود که ترک شم چون ترک بودن خیلی راحته. حالا بعدا توضیح میدم چون یه زبان اضافه ترم بلد نیم. من از این خیلی خفن ترک بودن خیلی راحته. ترک خیلی قویه. بعد یه چیزی بگم. آهان من اینو بچه‌ها بهم گفتن. خب گفتن که تو همه چیت یه ذره اغراق شده است. خب مثلا خوشحالی اغراق شده است، ناراحتیت اغراق شده است، عصبانیتت هم اغراق شده است. بعد پس نباید توقع خاصی از من داشته باشین. به نظرم به نفع خودت هم باشه. یعنی تهش رو یه جوری جمع کرد مثل مثلا گیم آف ترون قسمت آخرش چه جوری جمع شد. آره تهش این نبود. خلاصه که خیلی خوشحال شدیم که اومدی. ایشالله که خیلی بیشتر باشی و من از طرف خودم خدافظی میکنم تو این قسمت و فرشی جان نمید. بچه خدا نگهدار. فرشید دوستت دارم. بچه ممنون که منو دعوت کردید. امیدوارم بازم منو دعوت کنین. دوستتون میام دیگه هستم من. خدا نگهدار. خب اینم از قسمت رسمی و اول همدست. امیدواریم که دوست داشته باشیم. بوقهای زیاد اذیتتون نکرده باشه. نظراتتون رو برامون بفرمایید به هر کدوممون که دسترسی داشتین. کانالمون هم بفرستید برای این اون و همین. دمتون گرم که ما رو گوش میکنین. تا قسمت بعد خدا حافظ و اینجور ماجراها. مخلصم. ما با خرس‌ها بزرگ شده ایم. زیبا اما مرگبار. سگ‌های انباری. سگ‌های انباری چه اسم قشنگی. خیلی باحاله. آخرش هم آخرش هم پارس می‌کنیم همه میگیم. نه چرا آقا میگی آخر اپیزود یک رسی گفتیم سازیم با سگ‌های انباری. یه اپیزود قراره بریم بریم. پوستر فیلمش هم هست. آقا هنوز نرفته ولی خیلی اسم باحالی ها سرکای هست. خیلی اینجا هم گرمه هم سرکور گرمه تو هم باریش خودمونی. آقا برای که اشم بدیم یه قضیه توی اون اپیزود صفرمون اونجایی که اسم اعلام میکنه بعدش میره ولی چیزی یه صحبت میکنیم آخرش. خب یه صدا بوده که ما آخر اپیزود بعدیمون که داشتیم زد میکردیم دیدیم سگ‌های انباریم.
اسمشو سفر بگو شاید برینی چی آخه دوباره اول اینم گفتیم هم دستیم. خب باشه آخر اپیزود خب من بذار به یه کاری کنم دیگه، قسمت بعدی بگیم اسممون هم هست شد ولی همه چی تو باید عوض فعلا این دو قسمت با هم دست بیاد اصلا هیچ جایی هنوز منتشر نشده سوهل همه اینا ضبط شد با همین مدام. آها بله 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 بچه بله بله. بله. خیلی باحال بود بعد از حال خیلی باحال مرسی بعدن بامزه میشه اپیزود. آره من دوست داشتم. آقا باید شرایطی فراهم کنیم سیگار بشه کشید، باید شرایطی فراهم کنیم که ویدیو کستش کنیم. جدی دارم یه کانال ویدیو رو بنویسیم بچه‌ها. آره هوا چطوره؟ میدم فوش زندگی زنده رو زنده کش من دیگه رو به افتاد.